لیلا سعادتی همکارم اینجا در استودیو ما رو همراهی میکنه. همزمان با اینکه مشکلات زیادی در کشور وجود داره، میبینیم اعتراض حتی به آلودگی هوا همین روزها هست در برخی از شهرها، مشکل اساسی حکومت هنوز همچنان حجابه و سرکوب زنان. البته پریسا، اینو میخوام بگم که حرفای وزیر که امروز دوباره حالا خبرنگارا رفتن ازش در مورد فعالیت حجابان ها پرسیدن، تازگی نداره. در واقع احمد وحیدی یک چهره امنیتی و نظامی هست، از سپاه پاسدارانی سالها دهها عضو سپاه پاسداران هست و از بدشانسی بعد اقبالی شهروندانی هم که الان وزیر کشوره، هم داره دروغ میگه مدام با این حرفا، حرفایی که امروز زده، هم مدام داره دروغ میگه، حرفای قبلی رو دوباره تکرار میکنه و در برابر هم چیزی خودت هم تو خبر گفتی، در برابر اینکه آیا اصلا حجابان ها میتونن مجوز دارن، اصلا حکم دارن که اصلا کیف شخصی و همچنین موبایل زنان رو تجسس بکنن، در مقابل اون سکوت میکنه. اما اینو میخوام بگم که خود همین وزیر کشور خرداد ماه در واقع بخشنامه محرمانه رو صادر کرده بود که بعدها روزنامه اعتماد اونو افشا کرد و همین روزنامه اعتماد مورد عتاب قرار گرفت، افشا کرد و این بخشنامه رو داده بود. یعنی میخوام بگم که یک پروژه حکومتی هست سرکوب زنان به بهانه حجاب، یک پروژه حکومتی است که همه نهادهای اطلاعاتی از سپاه، بسیج، نمیدونم فراجا، همه با هم همکاری میکنن سر این ماجرا، یعنی با هم همکاری میکنن و با هم هماهنگ هستن و همچنین مدیریت مترو با همچنین شهرداری هم همکاری میکنن. نکته بعدی اومده و گفت که یک نکته رو داره مطرح میکنه که اصلا مبنای قانونی نداره و آقای وزیر تو نمیتونی یک حرفی که خودتون بهش در واقع میخواین سرکوب بکنین زنان به این بهانه و اعمال داری میکنه به عنوان قانون مطرح بکنین، در کجای قانون اساسی همچین چیزی وجود داره و میگه که اینا که مجوز نیازی به مجوز ندارن. خب حجابانا که نیازی به مجوز ندارن، ضابط قضایی که نیستن، حکم هم که ندارن، خب اگه چطور هستش که اگه زنانی که در واقع مخالف حجاب اجباری هستن در مقابل اینا مقاومت بکنن موجب شناخته میشن؟ در کجای قانون همچین چیزی وجود داره؟ چرا اینقدر دروغ میگی؟ یک نکته دیگه، خودت الان با آلودگی هوا اشاره کردی، میدونم زیاد وقت نداری، اینو میخوام بگم، میگه که در واقع امر به معروف و نهی از منکر یک وظیفه همگانی است در قانون اساسی اومده. آیا این وظیفه همگانی فقط وظیفه همگانی شهروندان اقلیتی هستش که حامی حکومت هستن، یا همه شهروندان از این وظیفه همگانی در واقع منتفع میشن؟ آیا همین الان که حکومت داره یک منکری رو انجام میده و زیست و هوای مردم رو آلوده کرده و معترضان اومدن تو خیابون به تو میگن امر معروف میکنن، چرا باشون مهمان معترض برخورد میکنی؟ ممنونم از لیلا سعادتی همکارم که اینجا در استودیو ما رو همراهی میکردی.